یکی از سوالاتی که معمولاً به صورت متداول توی تستای کنکور مطرح میشه و متاسفانه خیلی از دانش آموزای ما هم باهاش مشکل دارن، برمیگرده به نتیجه‌ای که از ویژگی‌های تصویر ما میگیریم. مثلا در عدسی‌ها حرکت جست و تصویر نسبت به هم چگونه؟ اگر بخوایم مقدار سرعت اونها رو با هم مقایسه کنیم چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ وقتی جسمی در مقابل عدسی جابجا میشه، اندازه تصویر اون در حال بزرگ شدن یا کوچکتر شدنه. اصلا تصویر از کجا تا کجا میتونه جابجا بشه؟ اینا چیزایی هست که از ویژگی‌های تصویر ما میتونیم نتیجه بگیریم. برای یادآوری من از شما خواهش میکنم به سوالات من جواب بدید. من اومدم یه عدسی کشیدم، اینجا 2F، این F، اینم F، اینم 2F هستش. اگر جسمی در بی‌نهایت باشه تصویرش کجا تشکیل میشه؟ بله، روی کانون به صورت وارونه و حقیقی. اگر جسم رو بیارم بیرون 2F قرار بدم، تصویر بین F و 2F بازم وارونه و حقیقی. ضمن یه نکته رو من بگم، من دلیل خدچین کردن اینها این هستش که میخوام با جسم یه تفاوتی داشته باشن، یعنی خدچین ها تصاویر من هستن و خطهای پر جسم من هست. دقت داشته باشید که تصویر اینا هست، جسم اونه. خب اگر جسم بیاد روی چی قرار بگیره؟ روی 2F قرار بگیره، تصویرش هم روی 2F وارونه، حقیقی، هم اندازه اون تشکیل خواهد شد. اگر جسم بیاد بین F و 2F قرار بگیره، تصویر بزرگتر، حقیقی، بیرون 2F تشکیل میشه. اگر جسم روی F قرار بگیره، تصویر در بی نهایت تشکیل میشه، البته یه بی نهایت حقیقی، یه بی نهایت مجازی. اگر جسم بیاد در فاصله کانونی قرار بگیره، تصویر مجازی بزرگتر مستقیم در پشت جسم تشکیل خواهد شد. این 6 حالتی بود که ما میدونستیم. حالا میخوام راجع به ویژگی‌های تصویر با حرکت جسم بحث کنم. همونطور که رو شکل مشاهده میکنید، وقتی جسم از بی نهایت به سمت عدسی حرکت میکنه، تصویر از کانون داره دور میشه، یعنی به سمت بی نهایت داره میره. و اولین نتیجه، جهت حرکت جسم و جهت حرکت تصویر یکیه، یعنی هر طرفی که جسم حرکت کنه تصویرم همون طرف حرکت میکنه. دیگه چه نتیجه میتونیم بگیریم بچه‌ها؟ هر چقدر جسم به طرف عدسی حرکت میکنه، تصویر ما از نظر اندازه داره بزرگ میشه. ما قبلا یاد گرفته بودیم وقتی میخوای سرعت جسم و تصویر رو با هم مقایسه کنی، اندازه اونها رو با هم مقایسه میکنی. الان در حالتی که جسم ما بیرون 2F قرار داره، تصویر آبی رو نگاه کنید، از جسم کوچیکتره. یعنی الان میتونی خیلی راحت بگی سرعت حرکت این از اون کمتر هست. ولی هر چقدر به سمت راست تصویر میره، داره اندازش بزرگ میشه. این نشان دهنده اینه که حرکتش تند شوند است. پس بچه‌ها، جهت حرکت همیشه یکیه. دیگه چی؟ اگه خواستی سرعتاشو با هم مقایسه کنی، اندازه هاشون رو با هم مقایسه می‌کنی. هر کدوم که اندازش بزرگتر بود، سرعتش هم بیشتره. یعنی بین جسم و تصویر، وقتی جسم روی 2F قرار گرفت، تصویرم رو 2F، چون اندازشون با هم برابره، میگیم سرعتاشون با هم برابره. جسم اومد بین F و 2F قرار گرفت، تصویر بزرگتر داده، پس سرعت تصویر از جسم بیشتر هست. اینم نکته بعدی. دیگه چی میتونیم یاد بگیریم؟ هر جا دیدیم جسم و تصویر دارن به هم نزدیک میشن، تصویر میل به همقد شدن با جسم داره. یعنی اگه تصویر بزرگتر باشه خودش رو کوچیک میکنه، اگه تصویر کوچیکتر باشه خودش رو بزرگ میکنه. بچه ها، ما اینا رو تو آینه ها هم کار کرده بودیم و چیز جدیدی نیست. فقط تنها تفاوتش اینه در آینه ها جسم و تصویر خلاف جهت حرکت میکردن، اما در عدسی ها در یک جهت حرکت میکنن. پس بیایم این نتایج رو به خاطر بسپاریم. یک، در عدسی ها جهت حرکت جسم و تصویر یکسان است. دو، در عدسی همگرا جسم و تصویر حقیقی در طرفین عدسی قرار دارند. سه، در عدسی ها جسم و تصویر مجازی یک طرف عدسی قرار می گیرند. اما سوال مفهومی که ازش طرح میشه جالبن. اولین رو نگاه کنید. جسمی در مقابل یک عدسی همگرا قرار گرفته و تصویر مستقیم آن تشکیل شده است. اگر جسم را به عدسی نزدیک کنیم، تصویر نقطه چین تشکیل می شود. من یه توصیه بهتون می کنم. من معمولا خودم رو دارم میگم، حالا اصلا قضاوت نمی کنم راجع به شماها. من معمولا گزینه ها رو نمی خونم. چرا؟ چون وقتی گزینه ها رو می خونم، انگار یه گزینه برام جذاب تر میشه. اون وقت ذهن من میره اون رو برای خودش بسازه. یعنی فکر میکنه این درسته، استدلالش به سمتی میره که اون به دست بیاد. اما اگه من گزینه ها رو ندیده باشم، هر اون چیزی رو که از صورت سوال میتونم به دست بیارم و بعد بیام گزینه ها رو بخونم، خیلی راحت میتونم تشخیص بدم کدوم گزینه درسته یا غلطه. خب سوال چی میگه؟ یه عدسی همگرا داریم، تصویر مستقیم تشکیل داده. خب الان میدونم جسم در کجا قرار داره، تصویر کجا تشکیل میشه.
اگر جس رو به عدسی نزدیک کنیم، اینو میذارم کنار، یه عدسی همگرا میکشم، خب بگید ببینم از اون 6 حالت جسم من کجا باید قرار بگیره که یک تصویر مجازی رو بزرگتر بده؟ کاملا درسته، جسم باید در فاصله کانونی باشه که تصویر مجازیش هم پشتش تشکیل بشه. خب الان جسم داره حرکت میکنه به سمت عدسی، تصویرش در پشت تشکیل شده، مجازی هم هست، بزرگترم هست، اونم همون جهت حرکت میکنه. خب دوست عزیز بگو ببینم الان اگر اندازه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که و پریم از وی بزرگتره، یعنی سرعت تصویر از سرعت جسم بیشتر هست. بسیار عالی. دیگه چه نتیجه میگیریم؟ میگیم جسم و تصویر دارن به هم نزدیک میشن، پس اندازه تصویر من داره کوچیک میشه. چرا؟ چون الان بزرگتر از جسمه. ما قانون داشتیم میل به هم قد شدن با جسم داره این دوتا به هم نزدیک بشن، پس اینم فهمیدیم اندازش هم داره کوچیک میشه. دیگه چی متوجه میشیم؟ میگیم چون اندازه سرعت تصویر داره کم میشه، پس حرکتش یک حرکت کندشونده است، پس به سمت عدسی داره حرکت میکنه، سرعتش از سرعت جسم بیشتر هست، اندازه سرعتش داره کم میشه، اندازه خود تصویرم داره کم میشه. این چهار تا رو من میتونم نتیجه بگیرم. حالا وقتی گزینه ها رو نگاه میکنم این به دست میاد، جهت حرکت جسم و تصویر چی ان؟ یکسان هستن. پس به عنوان نکته و نتیجه این رو به خاطر داشته باشید، اگر ما در مسئله و پریم سرعت تصویر باشه، ام بزرگ نمایی باشه و وی سرعت جسم باشه، میتونیم اندازه سرعت تصویر رو هم از این رابطه به دست بیاریم. مثبت بودن این ضریب یعنی که و پریم و وی همیشه با هم دیگه هم جهت هستن. خب حالا جواب رو انتخاب کنید. جسمی در مقابل عدسی همگرا قرار گرفته و تصویر مستقیم آن تشکیل شده است. اگر جسم رو به عدسی نزدیک کنیم، تصویر آن یک به عدسی نزدیک و کوچکتر می شود. دقیقا همین درسته. حالا گزینه بعدی رو بخونیم. به عدسی نزدیک شده بزرگتر می شود؟ نه، جسم و تصویر به هم نزدیک بشن میل به هم قد شدن دارن. از عدسی دور، اینم که اشتباه بود، از عدسی دور شده و کوچکتر، اینم اشتباه است. پس گزینه درست به راحتی به دست اومد. ضمن اینکه یه نکته رو که تو آینه ها گفته بودم من براتون یادآوری کردم. سوال بعدی، یک عدسی همگرا به فاصله کانونی f از نقطه نورانی که به فاصله 2f از آن قرار دارد تصویری حقیقی میدهد. اگر نقطه نورانی با سرعت ثابت v از عدسی دور شود، تصویر آن نسبت به عدسی چگونه حرکت میکند؟ باز گزینه ها رو نگاه نکنید. الان این عدسی همگراست، f مشخص شد، 2f مشخص شده، من جسم رو میذارم روی 2f، یه شمع رو قرار دادم روی 2f، تصویر کجا تشکیل میشه؟ آفرین، روی 2f به صورت وارونه حقیقی. الان اینجا اندازه هاشون با هم برابره، پس سرعت حرکت اون با سرعت حرکت این با هم دیگه یکی هستن. حالا اگر من بیام جسم رو دور کنم، یعنی جسم از 2f رد بشه بره اون طرف تر، خب طبیعتا الان در این حالت تصویر من وارونه کوچکتر بین f و 2f تشکیل میشه. خب الان نگاه کنید، به مزی از f رد شد، اندازه تصویر از جسم کوچکتر شده، پس سرعتش هم از اون کمتر میشه. پس الان من میتونم نتیجه بگیرم تصویر من با سرعتی کمتر از سرعت جسم داره به طرف عدسی حرکت میکنه. یعنی اون گزینه ای که این معنا رو بده میتونه جواب باشه. پس آپریم بپریم از آب کوچکتره، پس وپریم از وی کمتر خواهد شد. گزینه درست به دست میاد، با سرعت کمتر از وی بعد از سی نزدیک می شود.